روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص‌های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. نمک کردن مود نیست. ساکنان مملکت های ما شما نمک را از معیاری لازم زیادتر استفاده می کنند. ما گفتیم که به حساب میانه، مثلا ساکنان روسیه در یک روز 20 تا 25 گرم نمک، یعنی 4 تا 5 قاشق چای خوری استفاده می کنند. نتیجه انفشار بلند خون، ضعف دل و دیر بیماری ها می باشند که بدون واسطه به جمع شدن مایعات در ارگانیسم علاقه مندند. آیا بدن انسان به نمک احتیاج ندارد؟ نمک از دو الیمنت کیمیاوی، سودیم و کلورین عبارت است. سودیم الیمنت مهم است. آن در ترکیب همه حجره ها و مایعات ارگانیسم دیده می شود. ما بدون آن زندگی کرده نمی توانیم. در برابر نقش حیاتیش در مبادله موادها، سودیم باعث بعضی مشکلات ها شده می توانند. نمک چطور فشار خون را بلند می کند؟ سودیم اضافی می تواند در بافته های ارگانیسم بند شده سبب جمع شدن مایعات گردند. این باعث پیدا شدن ورم ها می گردد که فشار خون را بلند می کند و در نتیجه به فعالیت اضافی دل می افزاید. مثلا در رومانیا، هر یک چهارمین انسان بزرگ سال فشار بلند خون دارد. بعد 65 سال شماره چنین آدمان 70% را تشکیل می دهد. در ژاپن به حساب میانه استعمال نمک نظر به آمریکا 7 مرتبه زیاد است.
همینطور فشار بلند خون اینجا زیادتر مشاهده می شود. سبب اساسی مرگ در ژاپن سکته مغزی است که اکثر وقت در نتیجه بلند شدن فشار خون رخ می دهد. در جاهایی که اشخاص نمک را نهایت کم استعمال می کند، مثلا در قشلاق های اوگنده یا حوزه آمازون، حتی در اشخاص بزرگسال فشار خون دیده نمی شود. عالم مشهور دکتر لاچپیچ که به تحقیق فشار خون مشغول است چنین می گوید. بدون استثنا همه آن جمعیت هایی که اهالیشان فشار معتدل خون دارد نمک را کم استعمال می کند. و برعکس، استفاده مقدار زیاد نمک از جانب اهالی سبب آماوی گردیدن فشار بلندی خون می گردد. آیا این برای همه مهم و تطبیق شونده است؟ نه، هر یک انسان نسبت به نمک حساس است. بعضی ها بدون هیچ گونه ضرر به سلامتی می تواند آن را هر قدری که بخواهند استفاده کنند. ولی مشکل در آن است که برای معین نمودن حساسیت نسبت به نمک تست با اعتماد وجود ندارد. اشخاصی نسبت به نمک حساس سدیم را نگاه می دارند که سبب ورم ها می گردد. اکثر وقت در ارگانیسم چنین اشخاص از 2 و 3 تا 3.5 کیلو گرام های اضافی از حساب آبی جمع شده می باشند. کم نمودن استعمال نمک به ارگانیسم امکانیت می دهد تا از آب اضافی رهایی یابد. تقریباً 30 میلیون آمریکایی ها با فشار میانه با کم نمودن استعمال نمک تا 1 قاشق چای خوری یعنی 5 گرام در یک روز می توانستند فشار خون را معتدل گردانند. غذایی که نمک کم دارد به غیر از تاثیر خوب به وزن و فشار، هنگام حیض بعضی نمودهای دردسر و افسردگی ثمره بخش است. غیر از این چنین خوراک در کم نمودن ورم ها هنگام بیماری کهنه شده ضعف دل یاری می رساند. درباره واسطه های پیشابران، دیورتیک ها چی می گویید؟ واسطه های پیشابران از حساب بیرون راندن آب اضافی فشار را با موفقیت پایین می کند. ولی تحقیقات ها نشان دادند که بعضی از این دواها سطح کلسترول را از 5 تا 10% زیاد نموده می تواند به انکشاف بیماری های دل مساعدت نمایند. استفاده این دواها اینچنین می تواند به گروه ها تأثیری بد رساند و انکشاف نقرس یعنی پادگره و دیابت مساعدت نماید. راهی از همه بی خطر با راهی طبیعی بیرون کردن آب اضافی است. ولی اشخاصی که تمام حیات باید واسطه های پیشابران را چون دارو از فشار بلند استعمال نمایند چیکار کنند؟ همین چند وقت چنین شمارده می شود، ولی حالا دیگر معلوم است که تا 85% اشخاصی که فشار بلند دارند می تواند از استعمال دائمی واسطه های پیشابران که وظیفه پایین نمودن نمک را اجرا می کنند دست بکشند. اگر غذای کم چرب را استفاده نمایند وزن خود را کم کنند و هر روز به گردش مشغول شوند. من غذای نمک کم و بی لذت را خورده نمی توانم. دوست داشتن نمک مادر ذاتی بوده نمی تواند. عادت بدون نمک غذا خوردن را در خود تربیه کردن ممکن است. نمک را با خورش ها، از گیاه ها و داروها یعنی سپیسی عوض نمایید. برای خود 3 هفته جدا کنید، بعد این حتی غذایی با نام مقرری و نظر شما نمکی می نماید. اگر عادت شما مستحکم شود، آن وقت محصولات های عوض کننده نمک را استفاده ببرید. از استفاده کدام محصولات هایی که سدیم زیاد دارند دست کشیدن لازم است؟ کوشش کنید ساده، ملایم کنندگان خمیر، گلوتمیت یعنی نمک اسیدی، گلوتامیکی، سدیم، خورش ها و غذاهای نمکی را استفاده نکنید. از استفاده محصولات هایی که از فعالیت تکنیکی گذشته اند یعنی پودنگی، شکلات در ترکیب نظر و چیپس های کچالوی سدیم زیاد دارند. محصولات های حیوانی و پتراق های از قبل نمک شده خودداری کنید. به سبزی های کنسرو شده اشتیاق مند شدن لازم است. مثلا 1 قاشق نخود سبزی کنسرو شده آنقدر سدیم دارد که در ترکیب 2 تا 5 نخود تر و تازه آنقدر سدیم جایگیر است. انسان باید چقدر نمک استعمال کند؟ اکثریت آدمان به حیرت می ماند وقتی می دانند که به ارگانیسم ما چقدر نمک لازم است. به حساب میانه این در 1 روز 0.5 گرام است که تخمیناً از 10 1/5 قاشق چایخوری را تشکیل می دهد. محصولات های طبیعی در ترکیب خود به قدر کافی نمک دارند، بنابراین به غذا نمک علاوه کردن لازم نیست. ولی برای اکثریت ما این در عمل کاری مشکل است. برای کم نمودن نمک کوشش نمایید. به جای 10 تا 15 گرام در 1 روز 5 گرام یعنی 1 قاشق چایخوری استفاده کنید. برای اکثریت اشخاص این حدی عاقلانه است. بدون خوف اضافی به سلامت 1 قطار محصولات هایی که در کم نمودن استعمال نمک به شما کمک می رساند. کوشش نمایید تا از سبزیجات ها و میوه های تر تازه بیشتر استفاده کنید. آنها به نمکی اضافی ضرورت ندارند. غیر از این آنها منبع مهم پتاسیم می باشند که در پایین کردن فشار بلند یاری می رساند. اگر شما در میان خوراک های اساسی
ششبند کردن خواهید، آن محصولات هایی را انتخاب نمایید که نمک ندارند. هنگام پختن سبزی ها آنها را اندک ناپخته بمانید، در این حالت آنها نمک کم طلب می کند. برای بوی خوش بخشیدن نان و غلدانگی ها را بریان کنید. با غذاها طعم خوش بخشیدن هر سری چند وقت آب لیمو، جعفری استرگان، دیگر نوع گیاه های تر و تازه، پیاز، سیر، امبیر، طرب کوهی استفاده ببرید، نه نمک را. از میان رسیپ های کولینری، یعنی پخته شده که امروز پیدا کردن ممکن است، آنهایی را انتخاب نمایید که استفاده نمک را طلب نمی کنند. مثلا ساکنان میانه رومانیا در یک سال تقریباً 7 کیلوگرم نمک استعمال می کند. این رقم را تا 2 کیلوگرم پایین نموده به استقبال سلامتی بهتر قدم بزرگ گذاشتن ممکن است. نمک در ترکیب محصولات های طبیعی و از کارکرد صنعتی گذشته مقدار نمک در میلی گرام. محصولات های طبیعی: سیب 5، لوبیای سفید 12، برنج قهوه‌رنگ 12، پتراق های گندمی 20، یک دانه کچالوی تر و تازه 140 گرم 20، یک دانه بادنجان رومی تازه 35، گبشت بیروغن 140، شیر 230 گرم، گوشت مرغ 300. محصولات های از فعالیت های صنعتی گذشته: پیراگ از سیب 200 گرم، کمی لوبیا با زنجبیل 230 گرم، برنج خورش دار 230 گرم، چیپسی 140 گرم، خیله بادنجان رومی 120 گرم، شوربای بادنجان رومی دار، یک کاسه گوشت نمکین، گوشت کنسرو شده گاو، کانی نمکین، مقدار نمک میلی گرم، مقدار خیله ها، کتچوب 3 قاشق چای خوری، مقدار نمک میلی گرم 1100، خیله ایتالیایی، مقدار 3 قاشق چای خوری، مقدار نمک میلی گرم 2500، خیله از سایه 1 قاشق چای خوری، مقدار نمک میلی گرم 2500، گوشت نمکی، مقدار 1 دوتای کلان، مقدار نمک میلی گرم 3000، نمک سیر 1 قاشق چای خوری، مقدار نمک میلی گرم 4500، نمک 1 قاشق چای خوری، مقدار نمک میلی گرم 5000. ادامه موضوع را در برنامه آینده خواهیم شنید. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. اسرار سعادتمندی اویله، وضع و وظیفه های پدر. خداوند اراده کرد که طبق مقررات الهی اویله، پدر، مادر، فرزندان در این جهان چون یگانگی کامل و ویران نشونده وجود داشته باشند. خوشبخت گردانیدن اویله تنها وظیفه مادر نیست. پدران هم میدان فعالیت خود را دارند. شوهر بخش علاقه‌مند گردانیدن مناسبت های اویلوی بوده، با مهر عمیق، صدقی و نوازنده خود اعضای اویله، مادر و فرزندان را در یک اتحاد مستحکم گیرد آورده متحد می گرداند. شوهر و پدر سردار اویله حساب می شود. زن از او محبت و اشتراک و یاری را
در تربیه بچگان می خواهد. این حق است. بچه ها هم به او و هم به زن و مادر تعلق دارند و او در سطح برابر در نکوحوالی آنها منفیت دار است. بچه ها به پدر برای دستگیری و راهبری مراجعت می کنند. او باید در باره حیات تصورات درست داشته باشد و داند کدام طرز تأثیر و معامله برای آیله او مطابق است. اما قبل از همه آنها را محبت، احترام به خداوند و کلام او باید تحریک دهد تا که تواند بچه ها را براه راست ببرد. پدر وظیفه دار است سهم خود را در بنیاد آیله خوشبخت گذارد. مشکلات و تشویش حیات چقدر وزنی نباشد هم باید خوشنودی آیله را تیره نکند. او باید به خانه با چهره کشاده، با تبسم و سخنان خوش درآید. مردانگی حقیقی. پدر مثل کودک نباید احساسمند و پرشور باشد. وقتی که من خردسال بودم، میگوید حواری پاولوس، کودکانه گپ میزدم، کودکانه اندیشه میکردم، به طور کودکانه محاکمه میراندم، چون مرد شدم کودکی را پرتافتم. انجیل نامه یکم به قرنتیان باب 13 آیه 11 هم. پدر باید خود را در حال سروری آیله تصور کند، کوشش کند با خصلت و رفتار جدی معامله کند، خود را داشته تواند. رفتار او در حیات آیلوی طلبات معنوی را به نظام درآورد. او باید در خود خصلت مهنت دوستی را تربیت کند. همه کاری از دستش می آمدگی را انجام داده، آیله را دستگیری نماید. این در زن او احترامی را نسبت به او بیدار می کند. مرد مردانگی خود را با متصل در یک موقع استادن اثبات نمی کند. احترام به او زیاد نمی شود اگر او از کتاب خداوند اقتباس نیاورد. او هیچگاه مردانگی نشان نمی دهد اگر از زن خود، مادر بچگان خود طلب کند که طبق نقشه او عمل کند. زیرا به قول او این نقشه پاک و از گناه خالی است. خداوند مرد را سردار آیله گردانیده است که حمایتگر آن باشد، ولی خداوند لطف خود را در خیردمندی و خیرخواهی ظاهر می نماید. شوهر هم حکمش را باید همین گونه عملی گرداند. ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش.
اگر در ماهی ها پروبال موجود باشد، آنها را خوردنش ممکن است. لیکن اگر جانورانی که در آب زندگی می کنند، پروبال نداشته باشند، مثال خرچنگ ها، خرچنگ های بحری، مالوسک ها و لاشخوران دیگر، آنها را خوردن ممکن نیست. در رابطه به رویایی که پتروس دیده بود چی گفتن ممکن است؟ بعضی آدمان سوال ها می دهند. آنها را در حقیقت رویای پتروس که او سفره کلان را با هر گونه جانوران دیده بود به خجل می آورد. در این رویا پتروس مشخورماها را، مارها، تمساها، خوکها و هر گونه دیگر جانوران ناپاک را دیده بود. وقتی که این سفره پر از جانوران ناپاک از آسمان فرود می آمد و پتروس یک نشاندادهای غیر عادی داده شده بود. اعمال باب 10:13-14 خطابی به گوشش رسید که می گفت ای پتروس برخواست از ذبح کن و بخور. پتروس در حالتی آشفتگی قرار داشت. آیا در این رویا خداوند در حقیقت در نظر داشت که ما باید مشخورماها، خوک‌ها، خرچنگ‌ها و تمساها را بخوریم؟ اما پتروس گفت هرگز خداوندا، زیرا که هرگز چیزی حرام یا پلید نخورده ام. بعضی از واعظان کوشش به خرج داده اثبات کردنی می شوند که این رویا نشان می دهد که اکنون دلخواه چیزها را خوردن ممکن است. لیکن پتروس این رویا را تماما دیگر قسم می فهمد. او هیچگاه چنین چیزها را نخورده است. در حقیقت او از خوردن چنین چیزها دست کشید و در این گونه وضعیت خداوند این رویا را به پتروس معنا داد تا که او فهمید. خداوند به پتروس گفت که اگرچه او مسیحی از بین یهودیان است، او نباید بود پرستان را ناپاک بشمارد. برعکس، باید درک کند که آنها نیز می تواند خوشخبر را قبول کنند. پتروس معنای این رویا را به دیگر شاگردانش چنین معنا داد. اعمال باب 10:28 ولی خداوند به من دستور داد که هیچ کس را پلید یا نجیس ندانم. اعمال باب 10:34-35 اکنون یقین کردم و دانستم که خدا تعصب و دورویگی ندارد و از هر قوم هر کی از او ترسد و از روی عدالت رفتار کند در حضور او مقبول است. لطفاً بگویید آیا این رویا در رابطه به آن است که خوک ها، مارها و مشخورماها را خوردن ممکن است؟ نخیر. این رویا به مقابل اختلاف‌های نژادی و دینی نگرانیده شده بود. این رویا در رابطه به آن است که خداوند همه خلق‌ها را از یک خون آفریده است. این رویا به مقابل غلط‌فهمی‌ها نگرانیده شده بود که در بین آدمان نژادشان گوناگون به وجود می‌آید. شاید که کسی گوید که این رویا در رابطه آن است که جانوران ناپاک را خوردن ممکن است. لیکن خداوند طور مثال جانوران ناپاک را استفاده برد تا که به پتروس فهماند که او باید در مسیح همه آدمان را قبول کند. شاید کدام کسی بگوید من با شراب نوشی، تنباکو کشی، غذای ناپاک یا مواد نشاآور مبارزه می برم و من می شنوم که خداوند مرا به این دعوت می نماید. پس من باید چه کار کنم؟ عیسی گفت من به شما حاکمیت و قدرت می دهم تا که شما حیات غلبه آور را با فراوانی به پیش برید. شرط مهم در مبارزه با عادت‌های ویران کننده ما
یوحنا باب 15 آیه 5 زیرا که بدون من هیچ کاری نمی توانید انجام دهید. اولاً این که بدون مسیح شما می توانید که قدرت دست کشیدن از تنباکو را داشته باشید. بدون مسیح شما از غذاهای ناپاک دست کشیدن نمی توانید. بدون مسیح شما از شراب دست کشیدن نمی توانید. بدون مسیح شما شهوتی را که در جسم شما جوش می زند و مناسبت های شما را با آدمانی که شما را دوست دارد و ویران می کند نمی توانید مغلوب سازید. دو شرطی مهم. یکم، بدون مسیح شما هیچ کار کرده نمی توانید. دوم، با مسیح همه چیز امکان پذیر است. فیلیپیان باب 4 آیه 13 نوشته شده است: همه اش از دستم می آید با مدد عیسی مسیح که مرا قوت می بخشد. در اینجا گفته نشده است همه اش در مسیح از دستم می آید. بغیر از دست کشیدن از نشه، شراب یا غذای ناپاک. نخیر. خداوند گفت که بدون مسیح ما هیچ کار کرده نمی توانیم. خود حالا عیسی به شما می گوید پیش من بیایید. تنباکو را در پیش پاهای من گذارید. شراب را در پیش پاهای من گذارید. اگر شما از مناسبت‌های ویران کننده‌ای بین همدیگری اذیت می‌کشید، حیات خود را به عیسی مسیح بسپارید. اگر شما از پرخوری رنج می‌کشید، اگر شما اشتهای خود را اداره کرده نتوانید، این را نیز پیش پاهای مسیح بگذارید. با محبت عیسی به شما یادآوری می‌کند: من بسیار معجزه‌ها را به وجود آورده‌ام. من به نابینایان و فلج‌ها شفا بخشیده‌ام. و وقتی که تو همه این را به من سپردی، من در حیات تو نیز معجزه به وجود می آورم. خداوند قومی را دعوت می نماید که در نمونه آنها نشان می دهد که طرز حیات او از همه بهترین است. آیا شما امروز خواهش دارید که بگویید: خداوند، من امروز می خواهم که حیات خود را به تو بسپارم. من خود حالا می خواهم که همه چیز را به تو بسپارم. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.